خاک ما ستاره های دفنن که دلشون میخواست معما باشن، دست تو شناسنامه هاشون میبردن تا که شناسنامه ما ها باشن، تا که شناسنامه ما ها باشن. ستاره ها رفتن و نوبت ما، که دنیا خیلی بی قراره، دستامونو به هم بدیم بدونیم عهدی که بستیم برگشتن نداره، نداره، نداره. حالا شما بزرگ این دیاری، باعث دل شوره مردم نشین، شما شناسنامه شدین و باید حواستون باشه یه وقت گم نشین. خدا نیاره روزیو که برگیم رو این درخت زرد و تشنه باشه، حواستون باشه به درد مردم، برکت دهکده به مردم باشه. ستاره کم بشه، نذاریم از نفس بیافت جنگل، یا ساقه سنوبری خم بشه، حواسمون باشه که تبر زیاده، تبر به دستشم وفا نداره، دستامونو به هم بدیم نزاری تبر بیاد، یه دست صدا نداره، صدا نداره، صدا نداره. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگان عزیز شناسنامه. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. تو این چند برنامه همونجوری که دیدید داریم سعی میکنیم ورق بزنیم شناسنامه دفاع مقدس رو در ویژه برنامه شناسنامه. امروز به سراغ یکی از سرداران شناخته شده سپاه اسلام اومدیم، چهره دوست داشتنی و صمیمی که سالیان سال با فرهنگ بسیج و فرهنگ بسیجی گره خورده، چهرهشون نمادی از دفاع مقدس و اخلاقشون هم زبان زد. آجلی آقای فضلی مهمان برنامه شناسنامه است، برنامه فرمانده لشکر المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و لشکر ده سید الشهدا در زمان 8 سال دفاع مقدس. آقا خیلی متشکرم که وقت دادید، سلام عرض می‌کنم. قربون شما برم، زنده باشید. من هم ابتدا اجازه بدید که سلام و احوال پرسی داشته باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ارادت دارم به محضر همه مردم شریف و عزیزمون از جناب عالی رنجبران عزیز و همه دستان در کاران تشکر. محبت این حاجا هر کجا شروع بکنیم بهتره، هر کجا شما صلاح دونست. من از جانبازیتون شروع کردم. خیلی شنیدم که لحظه‌ای که مجروح شدی لحظه سختی بوده. تو همین چند دقیقه پیش با یکی از دوستانتون صحبت میکنم و از اون لحظه بپرس که تا مرز شهادت رفتم. از شهادت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به روح مطهر امام، سلام و درود خدا به محضر رهبر عظیم و شأن انقلاب ولی امر مستمین، سلام و درود خدا به محضر همه شهیدان و سلام و درود خدا به شهیدان عزیز زنده انقلاب اسلامی، جانبازان عزیز.
آقا من عددی نیستم، این همه جانبازای عزیز، این همه نگاه های آرمانی. سوال سختی حالتو شروع کردی، حقیقتا سخت گفتنش هم یه قدری برای من. ولپرج چهار بود؟ والا یکیش ولپرج چهار بود، بله. اصلیش فکر میکنم من روزیم شد چند نوبتی تقریبا فکر میکنم قریب به نزدیک به 30 بار کوچک و بزرگ، منتها چند بارش کاریواری بود. یکیش فلفل چهار بود. بعضی موقع نمیشینید با خودتون خلوت بکنید که مثلا حالا نمیرفتیم مثلا چی میشد، کسی دیگه بودن دیگه، حالا الان مثلا چقدر مال تعبی میگیره؟ از کنم نه، خوشبختانه هر یه نادم و پشیمان نیست. اولا لطف خداست، بازم لطف خداست، بازم لطف خداست. من هر بار که مجروح شدم مدیون خانوادم هم هستم، در واقع اونا قبل از ازدواج مرحوم پدر، مرحوم بادر، شهید اخوی، همشیره ها، بستگان، هر کدوم. بعدم که ازدواج کردم پدر خانوم عزیزم، مرحوم بادر خانومم، خانوم و همه بستگان خودم از نایی خانم و خودم در واقع حامی بودن. چند تا فرزند دارین آقای؟ خدا سه تا اولاد به ما داده. زینب خانم که قدر بیماره، انشالله خدا همین مریض رو شفا بده. زهرا خانم و آقا محمد مهدی. آقا محمد مهدی دوست داره بیاد تو مسیر شما؟ آقا محمد مهدی مخیل گذاشتیم ما ایشون را. از ایشون خودش یه بسیجی حزب اللهی است، یک جوان الحمدلله خوب و در شأن است، اما مخیل من. شاید اگه ازم سوال نکنن، معمولا توی خونه هم هیچ وقتی خیلی صحبتی نمی‌کنم از اون شرایطی که برمونم، که بچه‌ها سوال کنن براشون یه قدری شرح پس بدم. بعد وقتا از سایت‌ها، از رسانه‌ها یه چیزایی رو بیشتر می‌شنون. شما در واقع جز اون سربازان امام خمینی بودید که امام سال 42 فرمودن امام سربازان الان تو گهواره ها هستن. اون موقع 2 سالتون بود. همینجور بود. بعد اصلا چیزی با حاج آقا روح الله آشنا شدید قبل از انقلاب؟ اولین آشناییتون با حاج آقا روح الله؟ هر شبت روزی ما این شد که من شاگرد نجاری بودم، استادی بسیار انقلابی داشتم، سابکار اونم مسیحی بود. چند سالگی؟ 15 سالگی. تو 55 سال. ایشون حاج محمد آقای عزیز قربانی استکار نجاری بود، اما یه آدم مجاهدی بود که حرفاشون روی من خیلی اثر داشت. خب با خانواده هم که خوشبختانه اهل تغذیه بود، دوستان خوبی هم من خوشبختانه از بین دوستانم دوستان خوبی داشتم. یکی از این دوستانم پدرشون شاطر نونوایی بود، در نارمک ساکن بودن. گهبگاهی که منزلشون سر می‌زدیم، ایشون عکس امام را بعد از حالا اینکه ما با اوصاف امامی کمی آشنا شده بودیم، عکس امام را من اون روز برای اولین بار دیدم. سال 56 هم کتاب سبز رنگی بود به اسم نامه ای از امام موسوی، که این را به واسطه دوستان در اختیار قرار گرفت و تونستم در واقع یه قدری شناخت و مسیر را راحت‌تر انتخاب کنیم. و بعد هم حضور مردم و ما در مسجد جامع نارمک مسجدمون بود، در اونجا مرحوم آیت الله واحدی رحمت الله علیه و یک عزیز روحانی بود، حجت الاسلام نوری. این حجت الاسلام نوری هر نماز مغرب و عشا برای تهییج بچه ها، برای تزریق روحیه انقلابیگری به بچه ها صحبت میکردن. و ما ماهای قبل از پیروزی انقلاب به نوعی با رژیم درگیر بودیم و من از ناحیه خانواده هم
کاملا حمایت می شدم. در واقع هیچ مانعی توی مسیر نبود، اگر مانعی هم بود یه جورایی با کمک مرحوم پدر، مادر، شهید اخوی و سایر عزیزان مرتفع می شد. بنابراین خدا عنایتی کرد، افتادیم تو مسیر. آره در این مسیر قرار گرفتیم. والله اون زمان زمان در واقع شرید و بستری بود که در مسیر حق و باطل قرار گرفتن سخت بود. مسیر باطل راحت بود، مفسده فراوان بود، زمینه گناه فراوان بود، اما این فضا کمک کرد. زمان قبل از انقلاب دستگیر نشدید؟ نه نه. بعد اصلا چطور رفتین سپاه؟ از همین کمیته رفتین سپاه؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در سال 58 رسما افتتاح شد، ما عضو کمیته انقلاب اسلامی بودیم در مسجد جامع قیام سمنگان. کلم حضرت وجد الصادقی صادق زاده عزیز ما اونجا امامت جماعت رو به عهده دارن. محضرتون عرض کنم حدود 1500 نفر ما عضو کمیته بودیم. به من خبر دادن که شما برای سپاه پذیرش شدید. خودشون آمده بودن، از بین بچه ها 11 نفر از بچه های مسجد جامع و اون محله نارمک ما برای عضویت سپاه منتخب شدیم. روز 28 اردیبهشت 58 به پادگان امام علی علیه السلام برای دوره آموزش 15 روزه بود روز در سپاه فراخوان شدیم. بعد از ظهر جمعه بود رفتیم. خیلی بامزه است این شروع ورود ما. جلسه توجیهی گذاشتن، حدود 450 نفر بودیم. توجیه اولیه و مقدماتی سازماندهی گروهانیمون کردن. برادر امیر سامانی عزیزم شد فرمانده گروهان ما. ما قرار شد توی آسایشگاهی بریم. تو آسایشگاهی که رفتیم هر کسی یه تختی، یه تخت طبقه دوم نزدیک شهید مجید حسین علی رحمت الله علیه و سردار بزرگ سپاه اسلام شهید جعفر جنگلوی، برادر حمیدینیا، برادر بابالو، برادر فتحی، ما تقریبا نزدیک هم قرار گرفتیم. تختی که من رسیده بود همه لباسهای گاردیا را داده بودن، اتوشویی و خوشویی و شسته بودن، اتو کرده بودن رو تخت گذاشته بودن. پوتینای اونها را هم که همه کار کرده بود، دست دوم بود، واکس زده بودن و یه جور پوتین رو این تخت گذاشته بودن. تختی که روزی من شد ظاهرا گاردش قد کوتاه بوده، این لباس یه قدری به تن ما کوتاه بود. حالا تو مدت ها تا 4 ماهی هم در واقع چون جیره لباسی چیزی نبود، همین لباس هم آموزشی ما بود هم لباس رسم که بعدن عرض میکنم کجا رفت. پوتین هم که ما رسید شده بود کفش میرزا نوروز، یکی 46 بود یکی 41، پای منم 43 بود. دقیقا تو این چند ماه به این کیفیت. ولی خداوند انقدر توفیق داده بود که ما روز 12 دوره وقتی که آموزش مشغول بودیم در سر کلاسی که بعد از نمای گیل داشت دفاع شخصی آموزش میداد خبر رسید که خرمشهر درگیری شده. خلق عرب، خلق عرب در خرمشهر بناست که گروهی اعزام بشون. آمدیم توی محبته شهید بزرگ بود، شهید سعید گلاب بخش به شهید محسن چریک معروف بود رحمت الله علیه، ایشون مربی تاکتیک بود، سردار توسی هم جانشینش بود. انتخاب میکردن کی برود. از بین این 450 نفر 50 نفر می‌خواستن اعزام کنن. من هرچی چش کردم توی چشم ایشون دیدم نگاه من نمی‌کنه. 6 تا 7 تا 8 تا رو انتخاب کردن. گفتم ما باید این نذر بکنم. 500 تا صلوات نذر کردم. دیدم این نگاهی کرد ولی اعتنا نکرد. دوباره رفت. ما کردیمش 1000 تا 1500 تا 2000 تا 2500 تا. گفت شما هم بیار. خدا شاهده. الله برای رفتن به مأموریت در مواجهه با گروهی که خلق عرب فائقه و چهارشنبه سیاه برای رفتن به خرمشهر، من با ذکر نیت صلوات که نذر کردم روزی شد برم مأموریت. دیگه با دوستان روز 12 دوره بود، یعنی 9 خرداد 58 رفتیم خرمشهر رو که دیگه در اون فضا تا امروز رو. 31 شهریور 59 کجا بودین آغاز جنگ؟ آغاز جنگ ما قبل از شروع جنگ در سومار بودیم، نفشهر، قصر شیرین، نفشهر، سومار. در واقع وقتی که آمدیم در منطقه غرب، میدونی که قبل از آغاز جنگ درگیری بود، پاسگاه‌های عراقی با پاسگاه‌های ما درگیر بودن، ترورها شروع شده بود، گلوله‌های خمپاره و توپخانه و مین‌گذاری‌ها.
636 بار قبل از آغاز رسمی جنگ نقض مرزهای ما را عراقی ها انجام داده بودند. ما اون مقطع در سومار بودیم، به کمک پاسگاه ژاندارمری که سروان آقایی فرماندهشون بود، 13 تا پاسگاه در سومار بود. ما می خنپاره 120 داشتیم، قدری مهمات خودمون اندک داشتیم و قدری هم از عزیزان ارتش آریه گرفته بودیم، به کمک پاسگاه ژاندارمری که 13 تا پاسگاه و ما به واسطه تردد به پاسگاه با مرز آشنا شدیم. به اونور مرز گشتی های شناسایی رفتیم، تحرکاتی از عراقی ها دیده می شد. 3 یا 4 روز مونده بود به شروع رسمی جنگ، احساس شد که احتمالا یک حادثه بزرگی در راهه. تشخیص برای اون سخت بود البته که جنگی در راهه، اما تحرکات نظامی عراقی ها حکایت از این داشت. ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران هم تیپ 1 لشکر 81 سرهنگ سهرابی عزیز یگانشون در منطقه سومار مستقر بود، البته در جدار مرز نه قدری عقبتر استقرار داشتن که خودشون را برای مواجهه آماده کرده بودن. خب عزیزان رو ما گزارش دادیم، اعتنای چندانی به همون نکردن، حالا شاید باور نداشتن. ما تعداد جوان بسیجی پاسدار و ما یک فرمانده عزیز داشتیم، برادر عزیزم آقای عبادی که امروز از پرسنل عزیز شرکت نفت هست، منم جانشین ایشون بودم، مسئول عملیات بودم، قلم روانی داشت. ما شرایط جبهه و منطقه را 7-8 صفحه ایشون گزارش کردیم. مرحوم سعد و پروین برادر عزیزمون در بیت حضرت امام مسئول حفاظت بیت امام بودن، رحمت الله علیه، هماهنگ کردن آمدیم گزارش تقدیم امام، تقدیم شهید رجایی، تقدیم شهید بهشتی، تقدیم حضرت آقا، تقدیم آی هاشمی رفسنجانی، تقدیم آی منتظری، تقدیم به شهید فلاحی، تقدیم به محضرتون از کنم برادر رضایی، به آی بنی صدر نسخه رسوندیم. در واقع احساس کردیم اطلاع رسانی. بلافاصله برگشتیم گیساران و از اونجا 4 نفر دیگه از دوستان رزمندمون رو همراه کردیم. آبو استشنی داشتیم، وقتی آمدیم صبح 31 شهریور به اندیمش که می‌خواستیم از جاده دهلوران بریم به سمت ایلام و ایوان و بریم سومار، آهنگ جنگ نواخته شد. بمبارونای عراقی‌ها شروع شد، هجمه هوایی شروع شد، گلوله توپونشون جاده اهواز به اندیمش مشهود بود، در مسیرهای دیگه بمبارونا در این باند اضطراری بعد از پل جسر نادری، پل نادری به سمت سرای قهوه خانه، اونجا 8-9 تا هواپیمای خودمون عملیات کرد و نشسته بودن. سری به اونا زدیم، به اونا خدا قوتی گفتیم. هواپیمای عراقی روی شهر اندیمش به حدی پایین آمده بود که ما تا متوجه شدیم که هواپیمای دشمنه دست به اسلحه و جسه به سمتش تیراندازی، لذا ما آمدیم 31 شهریور خودمون رو برای بعد از ظهر رسوندیم به منطقه سومار. متاسفانه سومار سقوط کرده بود و عراق پیشروی کرده بود که بعد دیگه در پل هفتهنه اونجا با کمک ژاندارمری، بعد از جان ارتش، بعد دیگر دوستان، شد جبهه‌ای که در واقع در مقابل عراقی سفاره. شما از 39 روز جنگ مطلبی گفتید از بنی صدر که اومده بود جبهه ها به نیروهای مردمی میگفت مثلا چی شماها اومدید، شماها که نمیدونم آموزش ندیدید، تجهیزات ندارید، دست و پاگیر ارتش میشین، واقعا اینجوری برخورد میکرد؟ هر کسی باهاش مخالفتی صحبتی؟ ببینید ما یک فرمانی از امام رسیده بود، ما قبلش از غرب اومده بودیم دیگه، جنوب اومده بودیم، جبهه دارخوبین بودیم، جبهه مارد بودیم. امام فرمان دادن که عراقی‌ها چون آمده بودن از خرمشهر رو در محاصره قرار داده بودن، از رودخانه کارون عبور کرده بودن، از 2 تا جاده‌ای که یکی اهواز به آبادان بود این رو هم به تصرف در آورده بودن، رفته بودن به سمت جاده ماهشهر به آبادان، ولی هنوز جاده ماهشهر تنها مسیر خشکی بود که سپاه اسلام ازش تردد میکرد. ما آمده بودیم به پایگاه منتظران شهادت گلف، قرارگاه کربلای امروز، در اونجا قرار بود که با دیگر رزمنده ها بشویم یک گردان و اون گردان برویم به آبادان و فرمان نورانی امام محقق بشه. اون روز چند اتفاق افتاد، روز 39 جنگ. اول اینکه توپخانه عراقی ها بردشون تا همین پایگاه منتظران شهادت میرسید، ما تا ظاهرا دیدبان نداشتن، نمیتونست نقطه های مورد نظرش رو بزنه، ولی در 100 متری تجمع ما دائما گلوله توپ های عراقی به زمین میاد.
شهید بزرگوار شهید حسن آقای باقری معاون اطلاعات قرارگاه جنوب بود که شهید بزرگوار شهید حاج داوودی کریمی فرمانده عملیات سپاه در استان خوزستان بود. شهید باقری سرپرست گروه ها رو جمع کردن. اون روز از چند شهرستان نیرو آمده بود، ما رو دیگه به جبهه‌های دیگه توزیع نکردن تا جمع بشیم بشیم یک گردان، چون هیچ گروه 100 نفری من یادم نمیاد که اون روزا به جبهه آمده باشه. گروهای 10 نفره، 5 نفره، 20 نفره، 30 نفره، 50 نفره. گروه ما 84 نفر از گچساران آمده بودیم. فرمانده عزیز ما سر دقیقی همه سپاه رو تعطیل کردن، 4 نفر گذاشتن پاسدارا و بسیجی‌ها رو، 84 نفر آورده بودیم دارخوبه بودیم. حالا آمدیم بریم بر اساس فرمان امام به آبادان. 50 نفر شهید بزرگوار شهید کلهو رو از کرج و غرب استان تهران آورده بود. سردار امیرعلی امیری 50 رزمندار از استان فاس، فسا و جهرم آورده بود. 46 رزمندار شهید امیر بزازاده از دسول با خودان راه آورده بود. علی آقای قاسمی 16 رزمندار از جزیره خارگ آورده بود. از جای دیگری هم این اعزام ها بود. اینا شاخص هایی بود که تو ذهنم دقیق هست. شهید باقری جلسه گذاشتن. خبر از سقوط یکی پس از دیگری شهرهاست. خرمشهر سقوط کرد، بستان سقوط کرد، هویزه در معرض سقوطه، سوسنگر سقوط کرد، حمیدیه در دیواری شهر عراقی ها در حال جنگن، تلاششون به سقوط شهره، آبادان در محاصره قرار داره میگیره، یعنی اگه اون جاده هم تصرف بشه محاصره آبادان کامل شده، اهواز در دروازی شهر عراقی ها 10 کیلومتری شهر پیشروی کردن، گلوی توپونشون به پایگاه منتظران شهادت داره میرسه. خبر از سقوط یکی پس از دیگری شهر هاست. ساعتی بعد خبر رسید که آقای بنی صدر که اون روز رئیس وقت جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح بودن آمدن، میخوام با رزمنده ها صحبت کنم، گفتن نیروهای مردمی آمدن در نمازخانه طبقه دوم همه مجتمع شدیم. آقای بنی صدر آمدن، بخشی از صحبت هایشون این گونه بود، اشاره کردن که شما برای چی جبهه آمده اید؟ شما که دانش نظامی که ندارید، آموزش نظامی هم که ندارید، تجهیزات نظامی هم که ندارید، شما دست و پاگیر ارتش شده اید. همین طرفه برای این بود که تفره برود از نون و آب و غذا و تدارکات پیشکششون، از دادن اسلحه و مهمات برای مجاهدت در راه خدایشون دریغ میکرد. فضای جلسه فضای شکننده‌ای بود، فضای سنگینی بود. همه رزمندایی که نشسته بودیم پای صحبت ایشون تو گوشی با هم صحبت کردیم که ایشون در موقع خروجش همدیگر رو هول بدیم تو این چند تا پله‌ای که در 15 تا پله هست، خدا کنه زمین بخوره دست و پاش بشکنه. صحبتش تمام شد و از پله‌ها که آمد ما همدیگر رو هول دادیم. آقای بنی‌صدر دو سه تا پله که افتاد محافظین جمع کردن از معرکه رفت. خبر رسید ساعتی بعد امروز شهید بزرگ شهید آیت الله دکتر بهشتی نماز رو اقامه میکنن و بین دو نماز با رزمنده ها صحبت میکنن، همون رزمنده که ساعتی قبل آقای بنی صدر با همون صحبت کرده. شهید بزرگ شهید بهشتی رحمت الله علیه وقتی که آمدن بین دو نماز ایراد سخن کردن، بخشی از فرمایشات ایشون اینجوری بود مضمونش: ای کاش میشد من هم مثل شما در رکاب امام سلاح به دست میگرفتن، در سنگر در مقابل دشمن میجنگیدن، میایستادن. این چهره نورانی، این چهره الهی، انقدر روح به این جلسه روح قرآنی ارزانی کرد که حال هوای همه عوض شد. همه عوض شد. شما تموم نشد، حال هوای همه عوض شد، نماز تموم شد، خبر ساعت 2 گفتن امام امروز برای مردم پیام داره. حالا به ما گفته بودن که تا عصر طول میکشه تا ماشین جمع بشه، به انزی یک گردانی که نیرو جمع میشده ماشین نداشتیم که از اهواز بریم تا ماهشهر 160 کیلومتر، ماهشهر 100 کیلومتر تا آبادان بریم، ماشین گفتن تا شب طول میکشه آماده بشه. ساعت 2 بعد از ظهر رادیو پیام امام بداره پخش میکنه. امام فرمودن یعنی مجری درود خدا بر اون گوینده رادیو، نمیدونم اسم شریفش چی بود الان حضور ذهن ندارم، ولی به زیبایی ادا کرد: بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم،
امام فرمودن چنان سیلی به گوش صدام خواهیم زد که دیگر از جایش بلند نشود. ما همه جوان بودیم، از من جوانترم تو رزمندهامون بود، عزیزی از من سوال کرد که فلانی نکنه اخبار جبهه و جنگ به امام نمیرسه؟ من گزارش صبح شهید باقری رو نشنیدید؟ یکی پس از دیگه شهرها داره سقوط میکنه اما امام اینجوری داره رجز میخونه. گفتن عزیزم پاسخ شما در سوالی است که از شما میخوام بکنم، بفهمید. گفتم فکر میکنه امام از خودش چیزی میگه یا امام داره تفسیر قرآن میکنه، بیان روایت میکنه، منتها اینقدر ساده میگه که ما بفهمیم. گفت همینطوره. با سرعت به خود اومدیم که امام برای فهم ما تفسیر ساده و روان قرآن رو داره بیان میکنه. امام که از خودش چیزی نمیگه. ساعت 3:00 بعد از ظهر ماشین خبری نیست، قرار شد تیم بریم برای آبادان. شهید حاج داوود کریمی، حجت الاسلام صادقی، برادر طاهر، منم به نیابت از این گردان روزیم شد، چون آبادان رو از قبل تو جریان خلق عرب میشناختم، بریم آبادان برای هماهنگی. آمدیم جاده ماهشهر. ماهشهر 100 کیلومتر آبادان، نزدیکه آبادان جاده ماهشهر زیر آتش دشمن بود. شانسی بعضی وقتا به آدم ها میخورد، به ماشین ها میخورد، ما تونستیم به آبادان برسیم. بردر کیانی فرمانده سپاه آبادان گفتن 3 نقطه مقاومت در آبادان بیشتر نداریم: 1 ایستگاه 7، 2 ایستگاه 12، 3 ذوالفقاریه. جلسه یه بازدید کوتاهی انجام شد. شب رفتیم با اذان ارتش. مرحوم سرهنگ شکرریز فرمانده عزیز عملیات ارتش در آبادان بود. فرمودن ما هم 2 گردان در آبادان داریم، گردان سرهنگ کهتری و گردان سرگرد ایرایی. گردان 126 اینا هر 2 لشکر 77 خراسان بودن، پشت رودخانه بهمنشهری هستن. اگه عراقی‌ها به بهمنشهری رسیدن ما اینجا باشون مواجهه. جلسه ما تمام شد، 10:30 شب شد، اومدیم توی محل سپاه. تصمیم شهید حاج داوود کریمی این شد که شب رو بمونیم آبادان، صبح بر اقامه نماز برویم. همین که رفتیم توی نمازخانه یهو دیدیم کسی داره فریاد میزنه: برادر آبادان سقوط کرد، برادر آبادان سقوط کرد. ما به هم نگاه کردیم، ما که الان از جلسه با سپاه و ارتش برگشتیم خبری نبود، معلوم بود که خلأ اطلاعاتی داریم. اومدیم سراسیمه بیرون: برادر چی شده؟ گفتن که جاده ماهشهر آبادان سقوط کرده، عراقی ها آمدن از 10 کیلومتر بعد از ذوالفقاریه، یعنی در واقع در منطقه ذوالفقاریه آمدن روی رودخانه بهمنشهری پلی دادن، اولین گردانه زره پوش عراقی وارد آبادان شده. بعد دیگر چه خبر؟ گفت جاده ماهشهر با آبادان سقوط کرد، همه نخلستان ها به اشغال عراقی ها در آمده. دیگر چه خبر؟ وزیر شهید نفت، شهید تونگویان، آقای مهندس بوشهری، آقای مهندس یحیوی، خانم دکتر ناهیدی هم به اسارت عراقی در آمدن، گروهی دیگه از مردم که در حال خروج از آبادان بودن، گروهی از تکاوره نیرو دریایی و و و قصه لازم به اسارت عراقی در آمدن. فرمانده سپاه، فرمانده عملیات حسن آقای بنادری تصمیم گرفتن که برای کمک. همه سپاه شدن 15 نفر، من 4 تا مهمونشون 19 نفر. نبود به خدا نفر 20 تنی که میخوام برن جبهه و خط رو تقویت کنن. وقتی که آروم آروم رفتیم به سمت خط درگیری، اونجا فقط از فارسی صحبت کردن بچه ها تو دل تاریکی میفهمیدیم که این بچه های خودمون هستن. عراقی ها مغرور به پیروزی و فتح آبادان، سوار بر تانک ها و نفردار ها آمدن، این بچه ها بالا رو نگاه میکردن، فقط به خدا متکی بودن. من تو اون دل تاریکی شب آرزو کردم: خدایا، میگم آرزو بر جوان عیب نیست، میشه این رزمندایی که خوب دارن با دشمن اینجوری میجنگن، توانشون، سلاحشون، نفراتشون با دشمن برابری نمیکنه، اونو سوار تانک و نفر برن، مغرور پیروزی آبادانن، اینا دارن از پایین نگاه میکنن، با سلاح سرد باشون درگیر شدن. بعدم با اینا تعدادشون عمیقا آشنا شدیم. شهید اکبر حاجی پور بعدن در دوران دفاع مقدس در ولفجشار شده فرمانده تیپ 1 که عمار لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شهید احمد بابایی، شهید اصغر بشکیده، شهید مجتبی امین، شهید ابوالفضل خوشرفتار، شهید راهی، شهید براتی، شهید چیتی، شهید فرهاد سربندی. اون شب خدا عنایتی کرد، پل پویسر عراقی رو بچه منهدم کرد. هر عراقی که پاش به آبادان رسیده بود یا به درک واصل شد، کشته شد و یا
اسیر سپاه اسلام شد. بچه ها ساعت 4 خورده صبح خط رو ترمیم کردن، منتها دیگه عراقی اومدن اونور بهمنشیر مستقر شدن. ولی آبادان منزه فرمان امام هنوز ساری و جاری است. اسرا رو بردمشون توی سپاه آبادان، همه به هم نگاه میکنن، راستی تکلیف تانک و نفربرها چی میشه؟ ما که تانک و نفربر سوار نشدیم، کسی بلد نیست. دوباره تصمیم شد که اسرا عراقی رو ببریم، تانک و نفربرها رو بیارن. بردن همین کاری که آوردنشون سپاه. حالا قرار شد که ما برگردیم با همون پیکانی که داریم ماشهر نیروها رو بیاریم. اومدیم دیدیم که همه جاده‌های اصلی و فرعی به اشغال عراقی درآمد. تصمیم گرفتیم پیاده بیایم. پیاده هم دیدیم همه راه‌ها بسته است. توی نخلستان 3-4-5 کیلومتر آمدیم، از هر طرف تیر می‌آمد. گروهی از مردم بیگناه و بیدفاع، زن، مرد، کوچک، بزرگ، پیر، جوان، توی این زهکشی نخلستان به زمین، به این چالی‌های زمین پناه آورده بودن. بر کدوم می‌رسیدیم؟ برادرم، خواهرم، برگردین. آبادان هنوز فرمان امام ساری و جاری است. مردی و مردانگی در آبادان ادامه داره. برگردین، آبادان برای شما امتره. و اینو برمیگشتم به سمت آبادان. اونجا به اشغال عراقی ها در آمد. تا 5 مهر 1360 قریب یک سال، نزدیک به یک سال به اشغال عراقی ها بود. خلق این شهده رو گردن اومد. شما یه جایی گفته بودیم که فتنه فقط فتنه 88 نبود، بلکه روز 40 جنگ می‌خواستن فتنه به وجود بیارن و از منده‌ها رو منحرف بکنن. هماهنگ کردن، هلیکوپتری آمد، ما رو بردن از چوبده، از ارتفاع پست خلیج فارس آوردن اون ماشه. من پیاده شدم و اون برادرها رفتن با هلیکوپتر اهواز. دیدیم برای ما یه سرپرست رو گذاشتن. این سرپرست ما از آیون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. آمدیم یک گزارشی رو، خب من نماینده این گردان بودم، رفتم برگشتم گزارش مشاهده دارم میدم. دیدیم گفتن که این گردان باید رو جزیره مینو. گفتم برای چی جزیره مینو؟ از این جزیره خبری نیست. جبهه نبرد الان 4 نقطه شده، ایستگاه 7، ایستگاه 12، ذوالفقاریه و جبهه‌ای که دیشب عراقی ها تحمیل کردن. گفتم من گفتم باید رو جزیره مینو. کی گفته؟ نبی حضرت امام آیه سید حسین. بهشون که گفت آقای بنی صدر. برای چی؟ معلوم شد که میخوان این گردانی که میخواد فرمان نورانی امام رو محقق کنه، میخوان ابترش کنن، میخوان بفرستن جزیره مینو، که هیچ گاه نه اول جنگ، نه وسط جنگ، نه آخر جنگ عراقی ها پاشون به جزیره مینو نرسید. اینا میخوان این گردانی که آمده فرمان امام رو محقق کنه بفرستنش. بعد نشد دیگه. نشد. سرپرست فهیم و بصیر این گروه های اعزامی داوری کردن، گفتن ما میریم آبادان، هر جا فرمانده از سپاه آبادان گفت همونجا میریم. معلوم شد که فتنه در همون روزهای 40 جنگ هم بود، و اگر نبود هوشمندی، فتنه های 78، فتنه 73 در قزوین، فتنه بزرگ اتفاق افتاد. مسئولینی که اهل بصیرت نبودن یه حادثه ای رو درست کردن که حالا وقت شهرش نیست، یا قالعی بود بس استان شدن قضیه. بله، استان شدن قضیه که حالا شرح و بسش طولانیست. واقعا این مردم شریف قزوین رو به علت بی‌بصیرتی تعدادی از مسئولین اونجا مواجه کردن در مقابل اراده مجلس، اراده نظام. استان شدن رأی نیورد و کشیدن مردم توی خیابون. حتی بعدن اومدن استغفار کردن، توبه کردن و نظام با اینا با رحمت برخورد کرد. و اولین بار عنوان فتنه رو من اونجا. مقصر اصلی کی بود 73 قزوین؟ آدمای مسئول بی بصیرت در اونجا. من خادم لشکر سید الشهدا علیه السلام بودم که گستره جغرافی ما تا قزوین بود، استان قزوین که بعدن شد استان، شهرستان قزوین تیپ سوم ما مستقر بود و این از اون رزمنده ارتباط داشتیم. ما مسئولین که الهی زود اسم نبرم تماس گرفتم، درخواست کردم که مردم رو دعوت به آرامش کنید، شما درخواست که این بیان توی خیابون تظاهرات بکنن، تعصب بکنن، اما از دستشون در رفت. اراذل و اوباش آمدن سوار بر معرکه شدن. حادثه تلخ و دلخراش رو که قریب به 186 نقطه قزوین، 55 بانک، تعداد از ادارات، تعداد از فروشگاه ها، همیش کیوسک ها و درخت های تو مسیر درگیری را تخریب کردن. سرور، با عنوان کسی که از عنفوان جوانی رفتید وارد این فضاها شدید، هم خلق قهره بودید،
هم دموکراتای کردستان رو دیدید، هم جنگ رو دیدید و حواشیش که خودتون تعریف کردید، هم 73 و 78 و 88 کدوم فتنه از همه فتنه هم میفتر؟ فتنه 88 فتنه عمیق و بزرگی بود. فتنه ای بود که شاید با اون فتنه های قبلی قابل قیاس نباشه. خود این طول 8 ماه فتنه به اندازه 8 سال دفاع مقدس انرژی برد و مردم شریف ما را این عوامل فتنه، این عوامل بی بصیرت به زحمت انداختن، نظام اسلامی را در اوج پیروزی و حضور مردم در صحنه سیاسی کشور انتخابات آمدن اخلال ایجاد کردن، تفرقه ایجاد کردن. رهبر معظم انقلاب یه اشاره کردن که 88 فرآیندش 10 ساله بود، 78 یعنی 18 تیر 78 که شما فرمانده قرارگاه سرالله تهران بودید. من جانشین قرارگاه سرالله، جانشین فرمانده قرارگاه سرالله بودید. چون باید ظاهرا شورای امنیت ملی به شما اجازه ورود بدهد تو در واقع کارهای امنیتی که سپاه ورود بکنه، این رو کی به شما اجازه ورود داده؟ یعنی اگه زودتر این کار انجام میشد شاید برخی از حوادث 78 اتفاق نمیافتاد. مثلا یه مقدار حرف بزنید در مورد ریشه 78 چه اتفاقی افتاد. 78 در واقع با کوی دانشگاه و روز تعطیلی روزنامه سلام استارت خورد، کشوندن تعدادی از جوانان عزیز دانشجو را در کوی و پلیس اونها را برگردون متفرق کرد. اما چون یک سناریوی ظاهرن تعریف شده بود و یک فتنهی در کار بود، عقب این فتنه هم عناصری از مسئولین در شبکه دولت بودن، به جای اینکه اینها در وزارت کشور جایگاهی نداشته باشن اونجا اتاق فکر درست کرده بودن، در اون فضای مسمومی که درست کردن در واقع تلاش میکردن با سناریو سازی مردم رو به خیابونها بکشونن. خب اینا تلاششون این بود که از یک طرف به پلیس میگفتن که شما برخورد کنید، از اون طرف اونها را تحریک میکردن و عناصری میرفتن داخل کوی. اینا همش مستند داریم، همش ثبت شده است، همش مستند هست. داخل کوی میرفتن تحریک میکردن و لذا این درگیری را کشوندن به این که تعداد زیادی از اتاقهای خوابگاه را تخریب کردن، آتش زدن، وسایلشون رو بیرون ریختن، این را گردن پلیس انداختن، در حالی که واقعا پلیس یه همچین ظرفیت و یه همچین امکانی را هرگز نداشت، یه همچین اراده ای را نداشت. اونها سعی میکردن که اینها را وارد کوی کنن و به اینا دستور داده شد در مواردی، این هم نباید میرفتن. البته همه کانون فتنه حدود 500 نفر در نقاط مختلف بعضی وقتا با هم دیگه نزدیک می شدن، سیستم داشتن، ارتباط داشتن، حتی یک جا آمدن به مجموعه شهید مطهری، قصد ورود به کاخ ریاست جمهوری داشتن که اونجا خط قرمز ما بود و فرمانده سپاه حفاظت ما بهش دستور داده شد که بروید به دفتر ریاست جمهوری و تحکمی بگید که یا بگید برگردن و یا اینکه اینجا خط قرمز ماست و اگر کسی اینجا آسیب دید مسئولیتش با شماست. همین چند دقیقه نگذشته بود عناصر از اون مجموعه دور شدن، تعدادی که متصل نبودن از اراذل اوباش آمده بودن کف خیابون موندن که با اون هم یه برخورد شد و متفرق شدن. معلوم شد که این یه عقبه‌ای داشت، یه سامانه‌ای داشت، یک کانون فکری داشت که در درون این هدایت میشد. کی به شما اجازه داده شد که شورای امنیت به شما گفت ورود بکنید؟ چند روز بعد از ماجرا؟ خب ما در این همچین فراینده ترتیب توالی داریم برای ورود به صحنه امنیتی. قرارگاه سرالله تهران مسئولیت ذاتیش دفاع از تهران هست، اما تو مرحله‌ای که از آن نیروی انتظامی شورای
تأمین شهر تهران، شورای تأمین استان تهران و شورای امنیت کشور، اینها همه تلاش و ظرفیتاشون رو به کارگیری بکنن. البته از ما هم نیروی بسیجی برای کمک غیر مسلح میتونن بر اساس فرایند درخواست بکنن. این ترتیب و توالی انجام شد و نهایتاً باید شورای عالی امنیت ملی از محضر فرمانده معظم کل قوا درخواست کنن و معظم الله موافقت کنن با ورود نیروهای مسلح و نظامی که حالا در تهران سپاه و بسیج مسئولیت امنیت سفت و سلبی رو بر عهده داره. ما دقیقاً تا شب 23 تیر ماه که شورای عالی امنیت ملی بعد از این، حالا جزئیاتش عرض کردم طولانی است، فرآیند طی شده، درگیری های مختلفی در خیابان انقلاب، میدان انقلاب، میدان فردوسی، داخل ستاد محل نماز جمعه تهران بود که تا رو با آتش کشیدن، داخل دانشگاه تهران اجتماعاتی کردن و واقع سلحازا این فرآیند طی شد تا شب 23 تیر. شب 23 تیر که شورای عالی امنیت ملی از محضر فرمانده معظم کل قوا درخواست کردن و قرارگاه سارالله تهران رسما مسئولیت را بعد از اون نامه‌ای که سرداران سپاه نوشتن، درسته؟ برو ما قبلش نوشتیم. قبل از اون دیگه، یعنی بعد بله از اون نامه. بله، ما نگران اون صحنه بودیم. از اون نیروی انتظامی رو به شدت تحت فشار قرار داده بودن، در حالی که نیروی انتظامی سازکار مقابله با مسائل امنیتی است، اختشاشات، اما اونها را از یک طرف به فرمانده نیروی فشار می‌بردن، از یک طرف به عوامل اجرای فشار می‌بردن، نه بهشون مسببه درست درمان می‌دادن، نه حمایت و پشتیبانیشون می‌کردن، بلکه دنبال این بودن که یک تلفاتی گرفته بشه و این دوستان هم خوشبختانه هوشمندی به خرج دادن و تلفاتی تحمیل نشد، حادثه را تونستن مدیریت کنن. اما حادثه توسعه پیدا کرد. وقتی توسعه پیدا کرد، باز در اینجا به تعداد زیادی از اماکن، به بعضی از مسجد لولاگر اینا حمله کردن، تخریب کردن، آتش زدن. حالا با سر با این تجربه و با اینکه حالا پیشینه 88 رو میگیم، 78 ده سال قبل، چطور شد که ما 88 و به ویژه نیروهای سپاه 88 غافلگیر شدن؟ اصلا قبول دارید که غافلگیر شدن؟ نه، قبول ندارم. نداری؟ نه. ببینید 78 غافلگیری تا یه حدی انجام شد، اما با سرعت چه هم شد ماجرا به خود آمدن، فرایندش رو برای این مصوبات طولانی شد. طولانی شد، 5 روز طول کشید، زیاد بود. به نظرم باید همون روز اول دوم تصمیم نهایی میشد و من یادم هست که برادر عزیز بزرگوارم فرمانده محترم کل سپاه و فرمانده قرارگاه سارالله سعد صفوی در جلسه شورای عالی امنیت ملی تماسی داشتیم با هم، فهمونه که برادر هنوز میگه اگه 5000 بسیجی بیاد به اینا کمک بکنه، مسئله رو خود نیرو جمع میکنه. عرض کردم که آقا ما بیش از این حرف رو به این برادر رو کمک کردیم، اما ماجرا داره توسعه پیدا میکنه، ما نگرانیم که توان ما هم صرف این تصمیمات دیرهنگام بشه. خب وقتی که تصمیم گرفته شد که شهر و بسش طولانی است، ما با آمادگی کامل آمدیم و خداوند عنایتی کرد، صحنه رو با سرعت کنترل کردیم. اون شب هم باران رحمت خدا آمد و یک اتفاقات عجیبی که اینا رو من فکر میکنم یه روزی اگر رسانه ملی عزیز ما بهش بپردازه، برای مردم شریف ما حتما خالی از لطف نیست، اون پیشینه رو باید داشته باشن. خب وقتی که شما این اتفاقات در اونجا افتاده، میرسیم به سال 88. برای سال 88 کی فکر میکرد؟ کسایی که سابقه مسئولیت و رأس قوا رو داشتن در انتخابات بنای فتنه داشته باشه. اما معلوم شد که اینها یک سناریوی را پیشبینی کردن و از این فرایند سوء استفاده کردن و سعی کردن این پیروزی بزرگ مردم که در انتخابات شکنه، حالا که هر کی به هر کی رأی داده دیگه، رأی مردم محترم. جایی گفتید که یکی از افراد برجسته کشور میخواست که برای طرفداری از سران فتنه تو همون ایام 88 تو
مرقد امام تحسن بکنه که ما کنترل کرد. کی بود؟ خیلی اتفاقات. نه بگذاریم از اسمش، شما اگه قرار اسم ببریم باید اسم خیلی ها رو ببریم. اما ما پیغام فرستادیم، سطحش سطح بالایی بود، پیغام فرستادیم، ایشون در قم مستقر بودن که توصیه میکنیم دست به این اقدام شیطنت آمیز نزنید، شما را میخوام به عنوان لیدر این کار بیارن در حرم نورانی و مطهر امام، اونجا را آلوده به این مسائل نکنید و اگر حرف گوش نکردید و آمدید اینجا خواهرها با شما برخورد میکنن، چون شأن شما این نیست که برادرها بخوان با شما رفتاری داشته باشن. و این پیغام اثر خودش رو گذاشت و اونها هم نیامدن. البته یک تعداد اندکی بدون این هماهنگی ها آمدن که یک انفجاری هم در کفشداری حرم امام ایجاد کردن که خاطرتون باشه، اما راه به جایی نبردن و با سرعت ماجرا جمع شد و خوشبختانه منزه بوده. بعد گفتن که تو خونه اون بنده خدا کلی خبرگزاری از جای مختلف و اینها بودن و اینها، درسته؟ حتما همینجوره، اصلا تردید نکنید. ما پیکی فرستادیم برای اون آقا که با ایشون صحبت کنن، فرمودن که فلانی اگر این آقا اخبار داخل کشور گوش میکرد حداقل با اخبار بیگانه ها که داره دائما رصد میکنه یه مقایسه ای هم میکرد، اما ایشون به شدت از رسانه های بیگانه تغذیه میشه و فرصتی برای گوش کردن اخبار خودمون نداره، اعتنایی نمیکنه، اقلش اینه که مقایسه کنه. آقا میگن اطلاعات ما غلطه، عیبی نداره، شما مقایسه کنید. حالا بیگانه ها اطلاعاتشون درست شده که شما با اونا اعتنا کردید. چند وقت پیش آقای فرجی دانان دیگه نتونست رأی اعتماد بگیره، بعد از شما خوندم که گفته بودید ایشون فرماندهان ما توی در عملیات بیت المقدس. همینطوره، درست. جناب دکتر فرجی دانا در دوران دفاع مقدس ایشون مسئول عملیات منطقه 9 سپاه در استان فارس بودن در عملیات بیت المقدس. من توفیق خادمی تیپ المهدی رو داشتم، ما منتسب به استان فارس بودیم، ایشون جزء فرماندهان در اون دوران در اون مقطع بودن و در مقطع کوتاه وزارتشون هم در حوزه راهیان نور، الحق و الانصاف، بحث سیاسیشون جای خودشو داره. در حوزه راهیان نور به خوبی وزارتخانه را و دانشگاه آزاد را سامان دادن، حمایت کردن، هدایت کردن و از کار خوبیشون هم من به نوبه خودم تشکر میکنم. این حق مجلس شورای اسلامی است، این حق نظام اسلامی است که فرایند قانونی طی بشه. فکر میکنم جایی خب برای نه من همینجور پرسیدم، برام جالب بود آقای فرجی دانا و فرماندهان خود دفاع مقدس بله بودن. حالا ما از اینجا دوباره میخوایم برگردیم بیت المقدس و خرمشهر، دیگه کم کم سعی میکنم جمع بکنیم. یک سوال اساسی وجود داره که چرا ما بعد از فتح خرمشهر جنگ رو ادامه دادیم؟ خب یه سری از دوستان فرماندهتون، من خدمت آقای عزیز جعفری بودم، جناب آقای صفوی بودیم، اینا میگفتن خب بخشی از خاک ما هنوز اشغال بود و ما نمیتونستیم جنگ رو رها بکنیم چون بخشی از خاک ما داشت. یه مطلب جدید رو جدیدن شنیدم، مثلا آقای غلامپور گفتن اصلا ما طراحی عملیات بیت المقدس با مسئولان جوری کرده بودیم که ورود بکنیم به خاک دشمن و ادامه بدیم مسیرمون. شما کدوم نظریه رو در واقع قبول دارین؟ همه اینا که فرمودید فرمانده عزیز بنده است، سردار جعفری عزیز، سردار صفوی عزیز، سردار غلامپور عزیز، اینها سمت فرمانده هر سه بزرگوار بر من داشتن و دارن و پیشکسوت ما در دفاع مقدس هستن. اما شما نگاه کنید دفاع مقدس زوایای مختلفی داره. من خودم هم به شخص معتقدم که در عملیات بیت المقدس که حالا بعضی از لیبرال ها، بعضی از کسایی که حتی یک شبی در جبهه بیتوته نکردن، اینها آمدن این ساز را در واقع ایجاد کردن که ما بعد از بیت المقدس باید جنگ و خاتمه میدادیم. مفهومی حرف اینه که باید یک سندی از سازمان ملل، از سازمان‌های بین المللی، از سازمان‌های منطقی، از عراقی‌ها شده باشه، یک کشوری درخواستی کرده باشه
منهای آتش بس. چون هر وقتی فشار ما زیاد میشد، داریم در زمان آقای بنی صدر هم حتی اگر نهی به امام نبود، ایشون داشتن آتش بسی رو میپذیرفتن که عراقی ها در شرایط سختی که قرار میگرفتن درخواست آتش بس میکردن. آتش بس معنا نداشت، در حالی که در امنیت بیت المقدس ما برای تنبیه متجاوز که هنوز بخشهای زیادی از خاک ایران اسلامی در اشغال دشمن بود، ما قریب 12,000 کیلومتر مربع از خاک ایران اسلامی در اشغال دشمن بود، در امنیت بیت المقدس 5,700 کیلومتر مربع، در امنیت فتح المبین و طریق القدس هم بخش دیگری، ولی هنوز بخش قابل ملاحظه‌ای از کشور در اشغال دشمن هست. و برای تنبیه متجاوز، در حالی که از ما هیچ درخواست در واقع آتش بس که نه، درخواست صلحی نشده، نظام اسلامی هیچ سندی رو شما نیست که عرضه بشه. پس ما اون روزهای گروه های آمدن و حتی بعد از اون، بعد از جنگ، گفتن که بعد از عملیات بیت المقدس این جمهوری اسلامی ایران بود که آتش افروزی کرد و جنگ رو ادامه داد، در حالی که ما به تکلیف دفاع مشغول بودیم. وقتی خاک ما در اشغال دشمن هست، حتی اونجایی هم که در مقاطعی وارد خاک دشمن میشیم، در مناطقی در جنوب و در غرب و شمال غرب، به واسطه تأمین امنیت مردم اون هست. این درسته که مردم آخر جنگ بیانگیزی شده بودن، جبهه خالی بود؟ هرگز. واقعا اینجوری نبود؟ ببینید، شما در مقاطع مختلف شرایط مختلفی رو داریم. مثلا شما در نزدیکی انتخابات طبیعی بود که یه بخشی تب و تاب انتخابات اثر خودش رو در اعزام ها میتونست بگذاره و داشت. ما در مقطع پذیرش قطعنامه در واقع شریعتمون یه گونه ایست که از انتخابات به بعد اعزام هامون کمتر است، اما تو جبهه مثلا لشکر عدد سید و شهد علیه السلام که 6,000-7,000 رزمنده اون روز داره، وقتی که مطرح میشه قطعنامه 590ش پذیرشه، این حادثه بزرگ تاریخ انقلاب ما، رزمنده های عزیزمون اومدن. ما توی لشکر سید و شهد علیه السلام نزدیک به 30,000 رزمنده را در مقطع قطعنامه پذیرشون هستیم. خب مردم احساس تکلیف کردن، رفتن در مسائل سیاسی و انتخابات شرکت کردن. امروز در جبهه هجمه دشمن فراوان آغاز شده، حمله دوباره دشمن آغاز شده، بخشای دوباره به اشغال در آوردن، برای قضیه مرصاد. و در شما میدونید که در جنوب هم آمدن، تو پادگان حمید پیشروی کرد عراق. و عزیزان ما که عموما در غرب و شمال غرب مستقر بودن، آروم آروم به جنوب آمدن، مواجهه با دشمن شروع شد، اعزام ها مجدد شروع شد. و در مقطع قطعنامه که دو فرزند آقای هاشمی رفسنجانی از رزمنده های بسیجی لشکر از سید و شهدا علیه السلام هستن و خیلی از آقایون محترم دیگری که در لشکر آزاده هاشون حضور دارن، در سایر یون ها هم بودن، این حکایت از این داره که همه احساس تکلیف که همه اومدن جبهه و تنور جبهه و جنگ را که امام فرموده داغ نگه داشتن. و به همین دلیل بود که مواجهه شدن با حجم رزمنده ها و پیشروی متوقف شد. دوباره ما تونستیم برگردون عراقی ها را به مرزها برگردوندیم، اونها را با دادن تلفات سنگینی به عقب برگردوندیم. ولی لذا شرایط را باید واقعا به صورت مقطع و مورد فراز و نشیباش و اونوی تغییر نمیشه کلی. تو پذیرش قطعنامه 598 چه سهمی رو فرماندهان جنگ داشتن، چه سهمی رو سیاسیون داشتن؟ برخی میگن که اون لیست تجهیزاتی که برای ادامه جنگ داده شده بود، برای بالاخره تجهیزات کلانی که میخواستن و به نوعی هم غیر قابل تأمین بود، یه مقدار سیاسیون رو به این جنبندی رسوند که دیگه نمیشه ادامه داد. برخی ها میگن اصلا کلن سیاسیون ارادهشون از مدت ها قبل این بود که جنگ رو تمام بکنن. شما کدوم رو سهمشون رو بیشتر میبینید؟ والا هر دو رو باید با هم دید. من از جانب فرماندهان یگانهای عمل کننده شهادت میدم، چون جزئی از این بزرگوارا بودن. بزرگوارایی که فرمانده تیپ، فرمانده لشکر، فرمانده گردان، فرمانده قرارگاه، اراده اینها در خدمت امام بود. اصلا ما برای نجنگیدن هرگز پیشنهادی را به بزرگانمون در نظام ندادیم.
خب اگه درخواستی شده این در هیئت رئیسه نیروهای مسلح و سپاه اون روز قرارگاه عزیز خاتمون انبیا داریم صلی الله علیه و آله و سلم بر اردوهای صورت گرفته، شاید اینو هم بی تاثیر نبوده باشه، من تو اون بخشش ورود پیدا نمی کنم. اما اینکه رزمنده ها خواسته باشن، نه به والله اینجوری نبود. ما استراتژی امام را اینگونه برای خودمون تفسیر کرده بودیم. امام فرموده بودن ما از باب ادای دین و وظیفه و تکلیف به جبهه آمده ایم. این آویزی گوش ما رزمنده ها بود. اساساً به دنبال این نبودیم که به هر دلیل ممکنی بخوایم شریعت پذیرش قطعنامه رو به نظام به امام تحمیل بشه. خب اراده برادر اینه که به تکلیفشون عمل کنن. توی جبهه آمدن، ما در مقابل مواجهه پیشروی دشمن قرار داریم و دشمن دست پنجه نرم می‌کنیم. روزو یادم از هیئت دولت آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بود و اعضای هیئت دولت آمدن، جلسه بیروحی داشتیم با هم. یعنی چی؟ یعنی این که برادر ما از این فضای حاکم ناراحت بودن، دغدغه‌هایی داشتیم. یعنی دولتونی که باید حمایت میکرد نمیکرد؟ نشد، نکردن. شما با پذیرش قطعنامه اینا رو من نشده تا به حال بگم پا نداده. یک گروهی از عزیزان ما از صنایع دفاع اعزام شدن، از تهران فرمانده ناحیه ما در ناحیه شمیرانات به من خبر داد که فلانی 5000 عزیز از عزیزان وزارت دفاع، از صنایع دفاع، از صنعت‌های مختلف میخوان اعزام بشن. گفتم که مانعی نداره، ولی ما اینجا امکاناتمون بسیار محدوده، اونا با خودشون امکاناتی اگه بتونن بیارن خیلی بهتر هست. گوی آقا همه چی دارن، مجهز دارن، میان 140 تا خودرو دارن، 1000 چادر دارن، 2500 اسلحه جسه دارن، 800 قبضه RPG 7 دارن، 100 دستگاه بیسیم PRC 77 دارن، فرماندهان گردانهاشون هم پولی در اختیارشون قرار دادن برای رسیدگی بعد از پذیرش قطعنامه. دقیقا در مقطع پذیرش قطعنامه هست، برای مرساد و دقیقا همزمان با مرساد و بعد از مرساد هست. آمدن قریب نیمی از اینها از رزمنده های عزیزی بودن که بسیار خوشنام در دفاع مقدس در لشکر سید و شهده علیه السلام و من محضر یکایی کشون ارادت داشتم، خیلیشون میشناختم. از آن دیگری هم گفته بودن که داوطلبید برای کمک به جبهه بروید. خب حالا خوبی که اسم شما هم در این فرایند دفاع مقدس ثبت بشه. آمده بودن. خب ما مواجه شدیم با شرایط متعددی که بخشش حالا اندکشون شرش طولانی است. مواجه شدیم با این که خب این عزیزان این تجهیزاتی که همین الان از گریس در آمده، این اسلحه جسه، این قبضی RPG 7، این مقدار بیسیم، این میزان چادر، اینا همه تازه داره استفاده میخواد بشه، همهش نوعه. خودش چرا اینا رو به ما ندادن از قبل؟ چرا این در اختیار رزمنده ها نبود؟ چرا ما باید شهرمنده رزمنده ها میشدیم برای تدارک و پشتیبانی اونا خجالت بکشیم؟ و آنگاه که امام قطعنامه رو پذیرفت، دل همه شکسته بود. تو اون جلسه فرماندهان ما همه معترض بودیم نسبت به فضایی که چرا امام را به اینجایی رسیدی که در اون جلسه اعضای دولت بودن. من چند چشمه دیدم، سختمه گفتنش. جلسه صمیمی نبود، جلسه حمایتی نبود. شما چه انتظاری داشتید که مثلا اونا که این همه امکانات را نداده بودن، مگه مردم ما برای دفاع مقدس آرمان ما، آرمان ما بود. ما فهم اگر جنگ 20 سال هم طول بیشتر ما ایستاده ایم، به والله با این آرمان داشتیم ما دفاع مقدس رو اداره و هدایت میکردیم. این بی‌معرفتی است که کسی بخواد کوچکترین انگی به فرماندهان از بالا تا پایین بخواد برسونه، چیزی بشه اسونه. اینا برای خدا آمده بودن، یک جام که بیشتر نداشتن، هر روز در معرض خطر آتش خونپاره و توپانه دشمن بود. حالا کسی که آمده خودش رو برای اسلام، برای امام فدا بکنه، میاد مانع میگذره. شما سالی بعد از جنگ با حاج محمد آقای کوثری براتون چیز کردن، شکایت کردن که مثلا آقا ولش کن بیخیال این حرفش. نه شما هم واقعا بازداشت شدین، فقط حاج محمد آقا بازداشت شدن.
شما شاید هم مشهد بودین. آره حاج مهدی آقا نور چشم ما فرمانده عزیز لشکر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که من هم مرید ایشون هستم در رکاب امام از هیچ فداکاری دریغ نکرد. خب توضیحات حاج مهدی آقا هرچی که بوده همون هست. یه وقتی من اجازه گرفته بودم یه پادگانی را کنار حاج مهدی آقا در کرج برای این مرکز آموزش شرحشون طولانی است اجازه میخوام یه فرصتی به این خوب پرداخته بشه، ولی به هر تقدیر اونجا را ما در اختیار داشتیم، آموزش دادیم، یک بار احضارمون کردم به سازمان قضایی. البته من تهران نبودم و پیغام به حاج مهدی آقا هم دادم که شما هم نروید، چون احتمالا اینها سناریویی به نظر میرسه باشه و میخوان قبح رزمنده ها رو بشکنن. وقتی دیگه شاخ رزمنده رو شکستن دیگه به سراغ ما بقیه هم راحت تر میرن. مگه من و شما خلاف تدبیر و دستور جایی عمل کردیم که بعد حالا برای توضیحات؟ خب حاج مهدی آقا رفتن و کم لطفی کرده بودن، ایشون را همونطور که خودشون فرمودن به میزان چند ساعتی نگه داشته بودن. بعد که من به جانشین حضرت امام در دفاع مقدس رجوع کردم، ایشون نسبت به اون برخورد قضایی واکنشی نشون دادن و در واقع مسئله به این کیفیت. این آقای هاشمی برخورد کردن؟ آقای هاشمی جانشین امام در دفاع مقدس بودن، در جنگ بودن. وقتی خدمت ایشون رجوع کردم، چون از قبل با هماهنگی ایشون ما اون پادگان رو گرفته بودیم، گفتم آقا ما پادگانی که با اجازه جناب عالی گرفته بودیم برای تربیت کادر و آموزش، حالا با احکام قضایی داره رفتار میشه و بعد از کوسری رو هم باش برخورد کردن، ایشون رو بازداشت کردن، ایشون واقعا برافروخته شد و آقای رازینی من نشسته بودم تلفنی برخورد کردن که این چه کاریست با رزمنده ها، با فرمانده ها، هنوز عرق این بچه ها خوش نشده، شما این چه برخوردیست کردید؟ بله تو برخورد در شأن اون آقایون انجام شد. پس این درسته که آقای هاشمی در واقع بازشون که آقای پسری بیان بیرون دیگه به نوعی، درسته؟ بله ایشون کمک کرد واقعا در این موضوع، ایشون با اون بخش قضایی واقعا برخورد کردن، برخورد تندی کردن که چرا با این فرمانده ها ما برخورد کردید. اون روز اینجوری بود و بعد هم ما در اونجا اون مرکز آموزش را ادامه دادیم تا یه جایی یک هیئتی آمده بودن از ستاد کل نیروهای مسلح برای بازرسی شهید سیاد شیرازی، این هیئت بازرسی بودن، محضر نورانی نائب آقای امام زمان، جمع‌بندیشون بود که بهتره که سپاه اینجا را تخلیه کنه. وقتی فرمان نورانی مولای ما رسید، به والله لحظه و ثانیه دقیقه درنگ نشد، برادران عزیزمون در اونجا ابلاغ کردیم که تخلیه کردن. به من گفتن که چی شد؟ گفتم که بعدم براتون میگم، شما علی حساب همین امروز همین ساعت همین الان تخلیه کنید. و پادگان شهید همت را ما به وزارت محترم کشاورزی تحویل دادیم. شما تو فهرست تحریم اروپا تو 23 فروردین 90 و تحریم آمریکا در 18 آبان 91 قرار گرفتید به اتهام نقض حقوق بشر و عدم آزادی بیان. چرا این کارا رو می‌کنید؟ خب در انتهای فرض خود نکنید دیگه. خاگه اینا این حرفا ندارن، اموراتون چجوری بگذره؟ بالاخره دشمن دشمنی می‌کنه. مردم ما الحمدلله هوشیارن، هوشمندن، سربازای خودشون رو، فرزندان خودشون رو به خوبی می‌شناسن. من نوکر این مردم. آقا اگه شما الان مسئول سیاست خارجی جمهوری اسلامی بودین و برای قضیه تحریم ها داشتین تلاش میکردین، اولین اولویتتون چی بود تو این مسیر که تحریم ها رو بردارید؟ من معتقدم در نظام مقدس اسلامی که بسیار خیرات و برکات دیدیم، بر چقدر شکر نعمت کنیم کمه، باید دستمون روی زانوهامون باشه، با اتکای به مردم شریف خودمون، جوانای عزیز خودمون، دانشمندای عزیز خودمون، از این تحریم‌ها و این بحران‌ها سرعت عبور کنیم. ما
مطیع امر مولا اگر باشیم حتما این اتفاقات مبارک رو انشالله در آینده شاهدش خواهیم بود. دست روی بازوهای خودمون، دست روی زانوهای خودمون، به خداوند اعتماد کنیم، توکل کنیم، یقین بدانید که فتح و نصرت و ظفر و پیروزی در انتظار مسلمان. سردار، خیلی ها شما چون جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین هستی، خیلی ها بسیج رو متهم میکنن که تو جریانات انتخابات و به خصوص جریانات انتخابات و سیاسی دخالت میکنن و انتخابات های مختلف رو به نوعی میگن اگه بخواد بسیج اراده بکنه و از این چیزا هم در آوردن که از این کفدستی ها توضیح بکنه و اینا، خلاصه کل جریان انتخابات میری به یه سمت دیگه. چقدر این اتهامات درسته و چقدرش به خاطر برخی بی تدبیری ها ممکنه باشه؟ ببینید، فرمانده بسیج فرمانده معظم کل قواست. فرمانده معظم کل قوا از ما همچین چیزی رو نخواستن. در عرصه‌های سیاسی ورود پیدا کنیم، در انتخابات دخالت کنیم. البته ما یه تکلیف روشنگری داریم. روشنگری جزء وظایف ذاتی بسیجیان هست. ما حلقه های شجری طیبه صالحین داریم، بصیرت افساحی است. اما من همینجا میخوام شهادت بدم، رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین که منصوب مقام معظم رهبری است و توفیق خدمت و خادمی بسیج عزیز رو داره، به والله قسم، قسم جلالی یاد کردن سخته. این عین بی معرفتی است. کسایی که حالا بعضی از خودی ها هم شاید از این حرف هم بزنن، دشمن که حالا کار خودش انجام میده، شاید بعضی از خودی ها هم این شایعه رو ایجاد کنن. در روز رحلت نورانی حضرت امام در حرم مطهر امام، در جلسه خدمت سردار نقدی، سردار کاظمینی فرمانده عزیز سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جانشین محترم قرارگاه سارالله تهرانمون و جمعی دیگه از فرماندهان، بعد ما کاظمینی تلاش کرد که از زبان سردار نقدی در بیاره آقا ما به کی رأی بدیم. ایشون گفت تو این جلسه خصوصی است دیگه، به ما بگید به کی رأی بدیم. ایشون فرمودن که میگید من فعل حرام انجام بدم، فعل حرامی که مشابه شراب خوردنه، چه کسی که شراب میخوره چه کسی که فعل حرام انجام میده، جرمشون یکیست. مگه مولای ما نفرمودن که ما در این موضوع ورود پیدا نکنیم؟ ایشون حتی به جمع کوچک و صمیمی و چند نفره ما در قرارگاه شهید فهمیده در حرم نورانی امام در روز سالگرد ارتحال امام که چند روز بیشتر به انتخابات نمونده، خدای من شاهده من که نزدیکترین نفرم در سازمان به ایشون، نفهمیدم که به کی میخواد رأی بده و هرگز در این عرصه ورود پیدا نکرد. این در سایه اطاعت ایشون است. ایشون اطاعت امام کردن. بله اگه قرار بود که بسیج ورود در این عرصه پیدا کنه، حتما خیلی اتفاقات دیگری میافتاد. کسایی که این شعبه را انجام میدن برن یه خورده به خدا پناه بیارن، استغفارم بکنن. آدمی که برده دینی خودش تا یقین نداره که نباید تهمتی بزنه. من به اون یه سرواز کوچک عرض کردم، خدای من شاهده تا آخرین لحظه بعد از انتخابات من نفهمیده بشون به کی رأی داد. حتی نگذاشت ما بفهمیم خودشون یه آدم بصیریست، یه آدم مسلطیست، مشرف به همه مسائل بصیرتی و سیاسی و اعتقادی، اما رعایت تقوا کرد. حالا چطور میشه رأس بسیج که اینجوری نمیگه، این عمل رو انجام نمیده؟ اگه امروز شما هم سوال نمیکردی حتما ایشون راضی نبود من بگم. نمیدونم چرا این سوال رو از من کردید، اما برای جلب رضایت خدا من پاسخ دادم که خدا اینو کرده. یه وقتی ما که باید داغوی هم باشیم، به والله محتاج به دعای هم هستیم. بیاید در حق هم دیگه دعا کنیم.
این وانفسا، این جنگ نرم، این حجمه سنگین فرهنگی که امروز بیرون از همین استودیو در کمین ما هم نشسته، چرا باید در حق هم دیگه دعا نکنیم که منزه بشیم؟ ایشون که همه انرژیشو برای مقابله و مواجهه با جنگ نرم، همه استعداد و همه ظرفیتاشو به کار گرفته، همه ظرفیتای سپاه پشت سر ما، فرمانده عزیز سپاه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سعدا فیروزآبادی، سعدا جعفری، همه بزرگان در حمایت از بسیج کار میکنن، کمک میکنن، حمایت میکنن، اجازه به ما ندادن، اجازه نمیدن که ما بخوایم ورود به عرصه. اما روشنگری رو قبلا انجام بدیم، بعدا هم انجام میدیم، یه تکلیفه. اما اینکه این شایعه برای به این کیفیت، یه جور جفاست. خیلی ما در حق اونم دعا میکنیم که انشالله هوشمند باشن فرد قیامت. از این سمت هم با این شجره طیبه ای که ما داریم به عنوان بسیج، حتما این عرض حقیر رو قبول دارین که تو این زمینه با این نیت خالص باید خیلی هم دقت بکنیم تو صحبت هامون، تو حرف هامون. حتما همینجوره. البته اینجوری نیست که ما با اونا دیکته کنیم شما باید به کی رأی بدید و کی رأی ندید. اونها خودشون اهل بصیرتن، اهل فکرن، اهل اندیشن، اهل مطالعهن. این بستر در طول سال برای اونها فراهم شده، جلسات هفتگی دارن، جلسات دوره‌ای دارن، با هم گفتگو میکنن. اما کی رأی بدید؟ حتما ما این حرف رو نمیزنیم، اصلا شأن ما اختزا نمیکنه. اگه قرار شد بسیج بگی به کی رأی بدید، حتما اون رأی میاره. تردید نکنید، تردید نکنید. اما ما مطیع فرمان مولام هست. 18 فروردین همه فرماندهان از این نیروهای مسلح محضر نورانی مولای ما فرمانده معظم کل قوا رسید. بعد از عید 18 فروردین 93 و 92 هم که انتخابات بود، چند روز همون تو فروردین یا 26 بود یا همین حوالی بود که تو ذهنم هست، چرا سی فرماندهان نیروهای مسلح، همین عزیزان ارتش، سپاه، وزارت دفاع، نیروی انتظامی و جمعی از مسئولین عالی رتبه حوزه‌های نمایندگی ولی فقیه، نمایندگان از آقا سازمان حفاظت، همه با هم مزاریشون بودیم. ایشون اونجا منزه کردن که مراقب باشید، درگیر در مسائل سیاسی نشید. نه اینکه ندونید مسائل سیاسی را، اما ورود رو در عرصه‌های سیاسی نکنید. همه اطاعت کردن، ما بقیه فرماندهان هم اطاعت کردن، ولی هر کدومش یه عرصه‌ای در اختیارشون هست. شما بفرمایید که حتی خانواده هامون هم ما گفته باشیم که شما خودشون مخیلن، خودشون اهل تشخیص و اهل بصیرتن و ما خدا را از همه این بابت شاکر. خیلی سپاسگزارم، خیلی وقتتون رو گرفتید، سه صدر رو خرج دادید، خستتون هم کردیم با این وضعیت، ولی من به شخص افتخار میکنم که این یکی دو ساعت من محضر یکی از بزرگان جنگ بودم. زنده باشین انشالله. انشالله که مرضی رضای خدا بوده باشه. خدا ما رو شرمنده شهیدان ممیران. اللهم. شرمنده امام شهیدان ممیران. اللهم. شرمنده نائب آقای امام زمان حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای عزیز هم ممیران. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید. انشالله که تو برنامه‌های بعدی هم بتونیم استفاده بکنیم از محضر اون کسایی که جنگ رو درک کردن، جنگی که حاصلش آرامش و عزتی است که ما الان داریم. التماس دعا دارم. خدا یار نگهدارت. تو خاک ما ستاره های دفنن که دلشون میخواست معما باشن، دست تو شناسنامه هاشون میبردن تا که شناسنامه ما ها باشن، تا که شناسنامه ما ها باشن. ستاره ها رفتن و نوبت ماست، حالا که دنیا خیلی بیقراره، دستامونو به هم بدیم، بدونیم عهدی که بستیم برگشتن نداره. I don't know.